حمید آصفی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران همراه ما هستن. آقای آصفی خوش اومدید. در حالی که ابهام‌های زیادی درباره تعداد کشته شدگان و بازداشتی‌های آبان 98 وجود داره و آمار رسمی در این باره هنوز ارائه نشده، شهرداری مدعی شکایت شده. ارزیابی شما از این شکایت چیست و با چه هدفی صورت گرفته؟ قطعاً این شکایتی که آقای هناچی مطرح میکنه ابتکار خود شهرداری تهران نیست، در اینکه یه نهاد حقوقیه و نمیتواند علی اشخاص حقیقی اقامه دعوا به این مفهوم بکنه، مگر اینکه حالا فیلمی، صحنه‌ای، تصویری، ویدیویی داشته باشه. این پروژه کاملاً امنیتیه برای زندانیانی که در جنبش آبان ماه بازداشت شدن و ممکنه الان دو سوم حکمشون رو کشیده باشن و بخوان از آزادی مشروط استفاده کنن و یا اینکه اساسا زندانیشون رو به اتمامه، مجددا برای اینها یه پرونده های مالی درست بکنن و به بازجویی برن و به دادگاه دیگه برن و در زندان نگرشون دارن. این مسئله، نکته مهمترین مسئله اینم هست که جنبش آبان ماه عموما در استان تهران، در شهرهای استان تهران و مناطق فرودست و کارگرنشین و آشینشین رخ داد تا در خود شهر تهران. بنابراین این مسئله فقط در مسیر اینه که میخوان نقره داغ بکنن و اون جمعیت و اون اقشاری که به هر حال نسبت به این موضوع معترض بودن و یک جنبش بزرگی رو در ایران رقم زدن، به شکلی بار دیگر یک هراسی ایجاد بکنن که و یک استقرازی براشون ایجاد بکنن که عملاً فکر جنبش آتی رو و اعتراضات آتی رو نکنن و از حالا خفه بکنن. و متاسفانه این شهردار مولود و دستپخت شورای اصلاح طلب شهر تهرانه. بله. که میاد آقای آصفی، اتفاقا شهردار تهران هم آقای هناچی گفته که معترضان باید خسارت هم بدهند. آیا شهرداری به دنبال کسب درآمد از کسانی هستش که به علت فشار اقتصادی گران شدن بنزین به خیابون‌ها اومده بودند؟ خب اینا اقشار فرودستن، خانواده های بیچاره ای هستن، کارگرن، نان ندارن بخورن. اینا رو استقراض میخوان بکنن، میخوان مثلا چه پولی از این تهیه بکنن؟ به اضافه اینکه وقتی گردش مالی 30,000 میلیارد تومانی در شهرداری وجود داره، چقدر مگر این زندانی ها میتوانن مثلا جبران خسارت بکنن؟ این مسئله بیشتر در همون راستای تنبیه زندانی، تنبیه خانواده ها و تنبیه اخشاری که ممکنه در دل بستر بحران های اقتصادی که الان در جامعه ایران مواجه، بخواهند از اونها یک ذره چشم بگیرن و یک پیش دستانه دارن یک رفتاری رو انجام میدن. و این مسئله بیشتر از اتاق فکرهای امنیتی بیرون آمده تا از خود ناحیه آقای هناچی. سپاسگزارم از شما. حمید آصفی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران همراه ما.